کار سختی بود انصافا. این جلسه برای رفع موانع تولید است. رئیس جمهور تصمیم گرفته برای رفع این موانع به جای همایش و سمینار و سخنرانی، دیدار چهره به چهره و اختصاصی با تولید کننده ها داشته باشه. تولید کننده است، میخواهد از بازیافت کاغذ صفحه نو در اندازد. هم کاغذ خودمون رو تامین کنیم، هم صادرات محور بشیم. مقابل بالاترین مقام اجرایی کشور نشسته تا از موانع تولید بگوید. مشکل چیه؟ مشکل یکی این تسهیلات بانکی رو هرچه سریعتر انعقاد قرارداد کنن. مشکل وسیقشون حل بشه، بانک هم بانک صنعت معدن پذیرفته بده، هم بانک تجارت. خود کارخونه وسیقه است. کی درخواست وام کردید؟ قریب یک ساله بعد. خب نباید تو بشه. ما از الان قرار می‌ذاریم ظرف 10 روز این تسهیلات در خیال کارخونه قرار بگیره، وسیقش هم که آماده هستش و کارخونه بتونه انشالله این قضیه بازیافت بسیار مهمه. مثل این تولید کننده محصولاتی که داریم از پنبه تا پوشاک با واحد تولیدی به ارزش 9 کارخانه ما قدرت داریم تا 2000 اشتغال ایجاد کنیم. امیدوار است از این جلسه دست پر بیرون بیاید. کلان 51 میلیون یورو ماشینالات تو این کارخونه است. بدنه دولت قدیم آقای دکتر این یک گره کوری درست کردن، ایشونو تا سطح دیگه نزدیک بود زندان ببرن، یعنی 27 تا پرونده از شاید ایشونو متهم کرده بودن، یعنی اگر الان تمام حسابشونو بستن، کارت بازرگانیشو بستن. مشکل اگر مشکل مالی قضیهش حل بشه مشکل دیگه وجود داره؟ نه دیگه. این یکی در کار ترانسفر است. جلسه به ما قوت میده، واقعا انگیزه میده. با خوشبینی برای رشد تولید به اینجا آمده. بعد از جلسه ای که از سال شورای اداری زنجان در مقام ریاست قوه قضاییه تشریف آوردید و برگشت به دولت، امروز 2400 نفر نیرو اضافه کرده از اون موقع تا حالا. مشکل اصلیمون بحث طلبی هست که از مجموعه توانیر داریم. مصوبه در دولت نیاز داره که ما ابلاغ کنید ما انجام بدیم، ولی درخواست ایشون من قبول دارم، حرفشون منطقیه چون نمیتونیم شما عرض مبادله بهشون بدید. یعنی عرض مبادله بهشون بدید. بله اصلش این قطعیه. پروژه مسکن صبحان هم جزو دغدغه های رئیس جمهور بود که وزیر مسکن را به این جلسه آورد. یعنی ما به لحاظ ظاهری 1000 واحدی داریم که در ظاهر تقریبا تکمیله، الان وارد خردکاری‌ها و جزئیاتش نمی‌خوایم بشیم، اما به لحاظ فنی اشکالاتی داره. رسانه‌ها می‌زنن که ها این قرار بود یک ماه دو ماه تحویل بشه، الان نزدیک بیش از یک سال فکر کنم از مسئله گذشته. پیگیر ما هم نتونستیم کارو به نتیجه نهایی برسونیم. خب این پروژه اصلا پروژه‌های متعلق به وزارت مسکن نبوده، یا مثلا پروژه‌های مسکن مهر سابق یا نهضت ملی هیچ کدوم نبوده. یه پروژه‌ش مؤسسه سازی بوده در یه شهری که الان ما معرفی کردیم به هیئت انتظامی نظام مهندسی که اون ناظرین واقعا باید پاسخ بدن که همچین سازه‌ای رو ساختن. البته پایانکار هم نداره. لاغ شد 5 بلوک همین تزریق بتون ما انجام بدیم ببینیم مثلا مقاوم میشه. بعد قیمت تمام شده شما ببینیم چقدر میشه هر کدومش. من نگرانی اصلا رفتن خودمون نیستش، نگرانی بی خونه هاست. خونه جلو چش مردمه، هر روز میره طرف از این عجب ما که آماده است چرا نمیدن ما بشینیم. زمان رو بذارن آقای بسفاش به دوستانی که مسئول بودن تو اون منطقه برای پیگیری هر بخشی که بودن، اینا باید وقتی مواجه شدن با اینکه این ساختمون آسیب داره با چی میکردن و چرا نکردن این کار رو؟ چرا افرادی که مسئول بودن بعد از اینکه معلوم شد این ساختمون آسیب داره تا امروز این صبر و تحمل و بردباری رو کجا گیرشون اومده؟ ما بریم از روی صبری بگیریم که این قدرم صبر کردن پای این ثروت ملی هست، بیخونگی مردم هست، گرفتاری هست و بس. سمون این که الان با چیکار کرد؟ شما هر اقدامی الان لازمه تصمیم گرفتید در رابطه با اصلاح اینجا بکنید، به مردم هم همین فردا بگویید، نگذارید پس فردا. اصلا پس فردا لازم نیست، ما مردم چیز پنهان نداریم. میگیم آقا یه ساختمانی بود، یه مؤسسه اومده ساخته، بعد این مؤسسه خراب بود، یه ساختمان توی افراد ساکن بشن، معلوم شده که این ساختمان آسیب داره. 3 گروه 4 گروه رو آقای وزیر میگن ما فرستادیم بررسی کردن، همشون اتفاق نظر مهندسی مشکل داره. ما اگر افراد بنشونیم افراد ممکنه خدای نکرده حادثه پیش بیاد. مردم محل اطلاع داشته باشین، یک تابلوی بزرگم از روز شنبه نصب میکنین جلو ساختمون، ما چیز پنهان نداریم بر مردم. در این جلسه گزارشی هم از دیدار چهره به چهره گذشته ارائه شده. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.